ارجاع نسبی فرمول ها. در این قسمت همونطور که ملاحظه میکنین در سلول D7 نمره میان ترم 5 و در سلول E7 نمره میان ترم 14 است. میخواییم یک فرمولی رو بنویسیم که نمره نهایی رو به ما بده. در سلول F7 کاراکتر مساوی رو قرار میدیم، بر روی سلول D7 که معرف نمره میان ترمه کلیک میکنیم، نماد جمع یا عملگر جمع رو از صفحه کلید تایپ میکنیم و بر روی نمره پایان ترم که در سلول E7 هست کلیک میکنیم و کلید انتر رو میفشاریم. نمره نهایی رو به ما اعلام میکنه. فرض کنید این کار رو میخواییم برای 100 دانش آموز انجام بدیم. آیا در تمام این سلول ها در سلول نمره نهایی باید بیاییم مساوی رو تایپ کنیم، بعد بیاییم روی نمره میان ترم کلیک کنیم، سپس عملگر جمع رو از صفحه کلید تایپ کنیم و بعد بیاییم نمره پایان ترم؟ در نرم افزار اکسل یک توانایی وجود داره به نام ارجاع نسبی، Relative Reference. اگر اون فرمولی رو که در سلول F7 قرار دادیم بر روی اون کلیک راست کنیم و از این شورتکات منیو بر روی فرمان کپی کلیک کنیم و در سلول مورد نظر که قرار همون اتفاق براش بیفته کلیک کنیم و با کلیک راست کردن بیایم عملیات پیست رو انجام بدیم، دقیقاً میاد همون فرمول رو برای ما خود نرم افزار اکسل انجام میده. این همون ارجاع نسبیه. یا میتونیم ارجاع نسبی رو به جای اینکه بیایم از فرمان کپی و پیست استفاده کنیم، بیایم اشارهگر موس رو در این قسمت یک مربع توپوری وجود داره در زمانی که سلول انتخاب شده در این قسمت قرار بدیم تا تبدیل به یک نماد به علاوه مشکی بشه با کلیک چپ کردن و درگ به سمت پایین تا سلول های مورد نظر. میتونیم ارجاع نسبی فرمول ها رو به سایر سلول های مورد نظر نیز اختصاص بدیم. ملاحظه کنید من دستم از روی کلیک چپ برمیدارم، دقیقا اومد اون فرمول جمع نمره میان ترم و پایان ترم رو از طریق ارجاع نسبی برای سایر فرمول ها نیز تعمیم داد.